عرض سلام و ادب، کیانی هستم، محقق و پژوهشگر گیاهان دارویی. در این برنامه به شناخت علمی یکی دیگر از گیاهان دارویی در طبیعت می‌پردازیم. با ما همراه باشید تا با گیاه دارویی خرگوش آشنا گردیم. خرگوش یکی دیگر از گیاهان دارویی در دنیای طبیعت محسوب می‌گردد. نام علمی این گیاه کالس پالستریس می‌باشد. خرگوش گیاهی است علفی، پایا، به ارتفاع 20 تا 30 سانتی متر که عاری از کرک و دارای برگ‌های گلبی شکل و کلیه مانند است. گل‌های زرد رنگ و زیبا به پهنای 4 تا 5 سانتی متر دارد که از 5 کاسبرگ گلبرگ مانند تعداد زیادی پرچم و 5 تا 8 برچه تشکیل می‌یابد. در اواسط بهار گل می‌دهد و فراوانی آن نیز در نواحی مرطوب کنار جریان‌های ملایم آب و مناطق مردابی است. گل‌های درشت و زیبای آن مقدار زیادی نوش ترشح می‌کنند که زنبور عسل به آن علاقه فراوانی دارد. گیاه تازه خرگوش دارای آنمونول، مقدار زیادی کلین، ساپونین های مختلف، بربرین و نوعی آلکالوئید است. در سابق از جوانه های مولد گل آن پس از قرار دادن در سرکه و همچنین از برگ های تازه آن در سالاد استفاده به عمل می آمد. ولی بعدها باعث بروز مسمومیت هایی گردید و به همین خاطر مصرف آن در تغذیه متروک گردید. عوارض مسمومیت از آن عبارت از دردهای معده و روده و حالت استفراغ، احساس صداهایی در گوش، سرگیجه، پیدایش دانه های جلدی، کندی ضربان نبض و حالاتی شبیه مسمومیت از برخی آلاله های سمی دارد. در مصارف درمانی این گیاه در منابع مختلف علمی و دارویی به اثرات ضد و نقیصی اشاره شده است. برخی از دانشمندان عقیده دارند که مصرف گیاه تازه قبل از زمان گل دادن اثر مسموم کننده دارد، به طوری که ایجاد ناراحتی و عدم تعادل در اعمال قلب و دستگاه تنفسی می نماید. در تاریخچه استفاده از این گیاه چنین ثبت کردیدی که مصرف آن به طور محسوس ترشحات شیر را زیاد می کند. اگر گلهای این گیاه که دارای برچه‌هایی در وسط پرچم هاست به علفوه حیوانات اضافه گردد، نه تنها مقدار شیر را در گاو زیاد می کند، بلکه کیفیت آن را نیز بهتر می کند. در استعمال خارجی دارای اثر تاول‌آور است. زماد آن برای رفع درد کلیه با قرار دادن در محل دردناک به کار می رود. گیاه مزبور در اغلب نواحی نیم کره شمالی پراکندگی دارد. در ایران تاکنون دیده نشده است، ولی گونه های مشابه آن که اثر دارویی زیادی ندارند یافت می گردد. در صورت مصرف باید تحت نظر پزشک مورد استفاده قرار گیرد. به پایان این قسمت از شناخت علمی گیاهان دارویی رسیدیم. در برنامه بعدی به شناخت و بررسی گیاه قاتل البق خواهیم پرداخت. به امید دیدار دوباره و آرزوی سلامتی.